سرخط تازه ترین خبرهای امروز، ادامه درگیری ها در پنجشیر، طالبان از پیشروی سخن می زنند. طالبان: برای مبارزه با حراس افغانی به کمک کسی نیاز نداریم. و همچنان در پایان، مولوی فصاح الدین مسئول نظامی طالبان در شمال شرق با 13 محافظش در پیشغور پنجشیر کشته شد. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجموع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. طالبان: برای مبارزه با حراس افغانی به کمک کسی نیاز نداریم. به نقل از طلوع نیوز، در واکنش به اظهارات یک مقام ارشد امنیتی آمریکا از بحر همکاری با طالبان در پیکار با داعش، طالبان میگویند که برای مبارزه با حراس افغانی از هیچ کشوری کمک نمیخواهند. این در حالی است که پیش از این یک مقام ارشد امنیتی آمریکا گفته که آمریکا حاضر است برای پیکار با گروه داعش در افغانستان با طالبان همکاری کند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفت: ما آماده کامل داریم که امنیت کشور خود را به تنهایی تامین کنیم. ما در این راستا به کمک آمریکا و یا هیچ کشور دیگری نیاز نداریم. همزمان با این، خانواده هایی که بستگانشان در حمله داعش قربانی شدند از طالبان میخواهند که برای تامین امنیت و آرامش مردم بیشتر بکوشند. خانواده محمد زکی یکی از ده ها خانواده است که فرزند 18 سالهشان را در حمله اخیر داعش بر میدان هوای کابل از دست دادند. نیکبخت مادر محمد زکی گفت: پسرم آرزو داشت برای ادامه تحصیل به مسکو برود، اما در این اواخر تصمیم به رفتن نداشت تا اینکه طالبان آمدند و مردم همه میخواستند و بیرون از کشور بروند و پسر من هم از پدرش اجازه گرفته و به میدان هوایی کابل رفت. اما پس از شنیدن خبر انفجار در میدان هوایی، ما به شفاخانه رفته و جسدش را در شفاخانه دیدیم. این در حالی است که پیش از این کشورهای همچه ایالات متحده آمریکا از حضور صدها جنگجوی داعش در کابل هشدار دادند و گفتند که داعش در تلاش نفوذ بیشتر و انجام حمله های مرگبار بر افغانستان به ویژه کابل است. در همین حال به نقل صفحه رسمی فهیم فطرت تازه، منبع مولوی فصیح الدین مسئول نظامی طالبان در شمال شرق با 13 محافظش در پیشغور پنجشیر کشته شدند. این در حالی است که ادامه درگیری ها در پنجشیر، طالبان از پیشروی سخن می زنند. طلوع نیوز: طالبان می گویند که تمام ولسوالی های پنجشیر را به ادارهشان در آوردند و همکنون جنگ میان نیروهای آنان و نیروهای جبهه مقاومت در مرکز پنجشیر جریان دارد. اما جبهه مقاومت این ادعای طالبان را نمی پذیرد و از پس گرفتن ولسوالی های پریان و از نزد طالبان سخن می زنند. ظاهرا جنگ در پنجشیر وارد مرحله اساس آن شده است، چنانچه دو طرف از موقعیت در برابر یکدیگر سخن می زنند. احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان گفت: در تمام مناطق و ولسوالی های پنجشیر مجاهدین امارت اسلامی حضور دارند و تمام مناطق در کنترل مجاهدین است. تنها در بازارک مرکز پنجشیر مقاومت شده است. طالبان همچنان با بخش یک نوار تصویری از افتادن تجهیزات سنگین نیروهای مقاومت به دست نیروهای طالبان سخن زده است. مولوی سخیداد یکی از فرماندهان طالبان گفت: چند توپ ها از دست دشمن به غنیمت گرفته شده است. اما سخنگوی جبهه مقاومت در یک توییت این ادعای طالبان را رد کرده و میگوید که نیروهای جبهه مقاومت امروز ولسوالی پریان ولایت پنجشیر را از کنترل طالبان بیرون کرده و تلفات به طالبان وارد کردند. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت در توییترش چنین نگاشته بود: پریان و پنجشیر از لوس وجود طالبان کاملا پاکسازی شد. دست کم 1000 تروریست به دلیل استناد مسیر برگشت و خروجی گیر افتاده بودند. تمام مهاجمان هنگام فرار و عقب نشینی توسط مردم محل با کمک رزمندگان مقاومت کشته، تسلیم یا اسیر شدند. شمار زیادی از این اسیرا خارجی و بیشتر پاکستانی هن. در همین حال محمد حنیف ادمر وزیر خارجه پیشین میگوید که ادامه درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت پیامدهای بدی برای آرامی و ثبات کشور دارد. آقای ادمر در توییترش چنین نوشته است:
نبرد میان برادران افغان ما در پنجشیر قابل تشویش است و ادامه این نبرد برای امنیت و ثبات افغانستان عواقب بدی دارد. از هر دو طرف می خواهیم که برای هیئت گفتگو کنندگانشان وقت بدهند تا رای حل را دریابند. با این همه طالبان می گویند که بار دیگر روز گذشته و گفتگویشان را برای حل مسالمت آمیز برای پنجشیر آغاز کرده، اما این مذاکرات به نتیجه مانده است. تا کنون جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود در این باره چیزی نگفته است. این در حالی است که احمد مسعود مردم تا ساختن افغانستان آباد، آزادی و مستقل از مبارزه دست نخواهند کشید. 8 صبح کابل. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر گفته است که شکست زمانی اتفاق میافتد که از مبارزه دست کشیده و خسته شوید و مردم ما دست یافتند به یک افغانستان آباد، آزاد و مستقل از مبارزه دست نمیکشند. مسعود روز شنبه 13 سنبله در یاد داشته در فیسبوکش نوشته است که به خاطر عدالت و آزادی مبارزه می کند و مردم از این کار هیچگاه دست نمی کشند. مسعود در این یاد داشته از دادخواهی زنان حراتی مبنی بر رعایت حقوق زنان نیز تحسین کرده است. این گفته ها در حال ابراز شده است که شب گذشته شایعات مبنی بر سقوط ولایت پنجشیر به دست طالبان به نشر رسیده بود. همزمان با آن شمار دست به شلیک هوایی زده بودند. دقایق پس از این رویداد امرالله صالح معاون رئیس جمهور غنی این خبر را تکذیب کرد. او گفته بود که جنگ در پنجشیر ادامه دارد و بعد دو طرف تلفات نیز وارد شده است. در همین حال پنجشیر مورد بمباران قرار گرفت. نیروهای خاص کماندوی پاکستان به پنجشیر حمله کردند. با گزارش سپوتنیک، دو منبع در جبهه مقاومت به افغانستان انترنشنال میگوید که در نبرد اخیر پنجشیر نیروهای ویژه پاکستان که با اراضی پنجشیر آشنا هستند و نقشه این منطقه را دارند و سنگرهای نیروهای مقاومت از هوا هجوم آوردند. عملیات پنجشیر در حال اجرا می شود که جنرال فیض حمید رئیس ISI پاکستان در کابل قرار دارد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید ما لذت ببرید.